به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. با نقل صحیحونه داریم جزئیات خبر تازه. در انفجار صبح امروز 3 تن مجروح شدند. یک منبع امنیتی به صحیحونه نیوز میگویند که انفجار ناشی از ماین مغناطیسی بوده که در مربوطات حوزه 12 امنیتی در کابل رخ داده است. مجروحان این رویداد افراد ملکی است. همچنان در خبر دیگر، زلمه خلیلزاد خواهان تصریح روند صلح و شروع مذاکرات بین الافغانی شد. روزنامه 8 صبح کابل. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان حمله بر فوزی کوفی عضو هیئت مذاکره کننده صلح دولت را محکوم کرده است و خواهان تصریح روند صلح و شروع مذاکرات بین الافغانی شده است. خانم فوزیه کوفی شام روز جمعه در مسیر پروان کابل در حمله مسلحانه افراد ناشناس زخمی شد. گروه طالبان دست داشتن در این حمله را رد کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور و دکتر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی این حمله را محکوم کردند. نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان خانم کوفی را عضو مهم هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و مدافع قوی برای حقوق زنان توصیف کرده است. خلیلزاد به روز یک شنبه 26 اسد در رشته توییت های گفته است که محکوم کردن این حمله کافی نیست و باید همه طرف ها روند صلح را سرعت ببخشند و مذاکرات بین الافغانی را شروع کنند. او در حال خواهان تصریح روند صلح و شروع مذاکرات بین الافغانی شده است که پیشتر تلویزیون ملی گزارش کرده بود که مذاکرات بین الافغانی روز یک شنبه آغاز می شود، اما تا کنون هیئت مذاکره کننده به قطر جایی که قرار بود اولین دور مذاکرات برگزار شود سفر نکرده است. حکومت تا کنون 80 زندانی از 400 زندانی خطرناک طالبان را که آخرین مانع برای شروع مذاکرات بین الافغانی خوانده می شد آزاد کرده است. پس از جنجالی شدن موضوع رهایی 400 زندانی طالبان، حکومت لوی جرگه مشورتی صلح را فراخواند که اعضای آن رهایی این زندانیان را تایید کرد و محمد اشرف غنی رئیس جمهور فرمان رهایی این زندانیان را نیز تایید کرد. لوی جرگه مشورتی، حاشیه های پرتنش و یک فیصله خطرناک. لوی جرگه مشورتی صلح که برای تصمیم گیری درباره سرنوشت 400 زندانی باقی مانده طالبان فراخوانده شده بود، بر روز یک شنبه 7 اسد در کابل پایان یافت. جرگه ای که با حواشی پرماجرا و تنش‌آلود و خشونت‌بار آغاز شد و با صدور قطعنامه ای که برای 400 زندانی خطرناک طالبان رای مثبت می‌دهد خاتمه یافت. خبرگزاری افق، روح الله صابری. با گفته حکومت این شماره از زندانیان طالبان دارای دوسیه های سنگین هستند. رئیس جمهور غنی میگوید بدون تصمیم لوی جرگه صلاحیت رهایی این 400 زندانی را نداشت، در حالی که فرمان رهایی 4600 زندانی دیگر را به تنهایی و بدون ارجاع برای مردم امضا کرده است. او در نشست اختتامیه لوی جرگه گفت: امروز من حکم را امضا می کنم که در عمر امضا نمی توانستم، زیرا از صلاحیت من بالا بود. حال بر اساس اجماع و فیصله اخلاقی شما، من حکم رهایی این 400 زندانی را امضا کرده و آنها را آزاد می سازم. قطعنامه نهایی جرگه. اعضای لوی جرگه مشورتی صلح با صدور قطعنامه 35 ماده‌ای رهایی 400 زندانی طالبان را تایید کردند. در ماده دوم این قطعنامه گفته شده است که جرگه به مقصد رفع موانع جهت آغاز مذاکرات صلح، قطع خونریزی و رعایت مصلحت و خیر عام، رهایی تعداد 400 نفر زندانیان در مورد نظر طالبان را تایید میکنند. اعضای لوی جرگه در ماده دیگر تاکید کردند که باید اطمینان حاصل شود تا در صورت رهایی این زندانیان مذاکرات مستقیم بدون هیچ گونه بهانه به صورت فوری آغاز شود. اشتراک کنندگان لوی جرگه در ماده 5 قطعنامه خواستار تأمین آتش‌بس دوامدار در کشور شده و از جامعه جهانی به رهبری ایالات متحده امریکا خواستند تا در این زمینه به تعداد خود به مردم افغانستان عمل کنند.
در ادامه این قطعنامه گفته شده که برای ملت و دولت جمهوری اسلامی افغانستان اطمینان داده شود تا زندانیان که رها می شوند دوباره به جبهات جنگ برنگشتند و از فعالیت های آنان نظارت به عمل آید. استقبال پاکستان. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان از پیشنهادات لوی جرگه مشورتی صلح در مورد رهایی 400 زندانی باقی مانده طالبان استقبال کرد. محمد صادق نماینده پاکستان پس از ختم لوی جرگه در توییت نوشت که با تطبیق این پیشنهادات یک مانی بزرگ در برابر آغاز مذاکرات بین الافغانی برداشته خواهد شد. پاکستان متهم به حمایت مستقیم از طالبان است و رهبران و شبه نظامیان آن گروه در خاک آن کشور زندگی میکنند، آموزش میبینند و تجهیز و حمایت میشوند. پیش از این وزارت امور خارجه آمریکا نیز لوی جرگه مشورتی صلح را یک فرصت تاریخی برای عفو آخرین مانی در برابر شروع مذاکرات بین الافغانی توصیف و از آن حمایت کرده بود. این وزارت در اعلامیه نوشته بود که شرکت کنندگان لوی جرگه در مورد رهایی سری زندانیان باقی مانده طالبان که آخرین مانی در برابر آغاز مذاکرات بین الافغانی است تصمیم میگیرند. تبادل 5000 زندانی طالبان در برابر رهایی 1000 زندانی دولتی میان حکومت و طالبان با بنبست مواجه شده بود. در حال حاضر اما به نظر می رسد که این بنبست با رای مثبت لوی جرگه از میان برداشته شده، ولی علی‌رغم این باید منتظر واکنش طالبان بود که آیا این گروه با رهایی زندانیان خطرناک خود تن به آتش بس خواهند داد یا خیر. حاشیه های لوی جرگه. در روز نخست لوی جرگه با حواشی پرماجرا و تنش‌آلود همراه بود. بلقیس روشن نماینده فرا در مجلس که رهایی زندانیان طالبان را بدهی به این گروه میدادند، در روز نخست لوی جرگه در هنگام سخنرانی رئیس جمهور اعتراض کرد و گفت که رهایی زندانیان طالبان خیانت ملی است. دوستان عزیز، ما منتظر انتقادات و پیشنهادات طالب شما جهت بهتر شدن محتویات بعد این چینل میباشیم. لطفا نظریات نیک، مثبت و خوبتان را برای ما در کامنت بنویسید تا در آینده بتوانیم ویدیوهای خوبتر، بهتر و جالبتر را آماده سازیم. این بود ویدیو امروزی. تا ویدیوی دیگر، لا یار و مددکار همه ایتان باد.